بسم الله الرحمن الرحیم دعا در وقت رکوع کردن دعاء الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات یعنی پروردگار بزرگم پاک و منزه است سه بار این را تکرار میکند یعنی از آنجا که سوره فاتحه در برگرنده حمد و ستایش پروردگار و در برگرنده توحید با اقسام سه‌گانه است توحید ربوبیت الوهیت و اسما و صفات الهی است و همچنین آیات های بسیار و دلایل های قاطع قرآن آن را بیان میکند که معبودی بر حق بودن الله سبحانه و تعالی که الله سبحانه و تعالی زنده است انسان مسلمان بعد از سوره فاتحه و آیات های قرآن را تلاوت میکند و در رکوع نیز با گفتن سبحان ربی العظیم با عظمت الله سبحانه و تعالی اعتراف می نماید. فایده های این حدیث فایده اول به عظمت الله سبحانه و تعالی اعتراف شده و بزرگی او و عظمت با او اختصاص داده شده است. و اگر کسی دعوای کبریایی کند الله سبحانه و تعالی او را خوار و ذلیل می گرداند. فایده دوم رکوع و خم شدن فقط در برابر الله سبحانه و تعالی جایز است نه کسی دیگر. فایده سوم الله سبحانه و تعالی از هر نوع عیب و نقصان پاک است و دارای تمام صفات کمال و جلال است. دعای دیگری رکوع انک اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفرلی سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بار اله تو پاک و منزهی پروردگارا تو را ستایش می نمایم بار اله مرا ببخش. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می گوید رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نازل شدن سوره نصر که طبق برداشت رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره به نزدیک شدن اجلشان داشت همیشه در رکوع این دعا را می خوندند و با دستوری الله سبحانه و تعالی که می فرماید فسبح بحمد ربک و استغفره سوره نصر آیه 3 پروردگارت را به پاکی یاد کن و از او طلب آمرزش نما جامعه عمل می پوشاند و در بعضی روایت ها ذکر شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز و بیرون از نماز پابند این ذکر بودند. فایده های حدیث فایده اول جایز بودن دعا نمودن در حال رکوع اولاتر دعا کردن در حال سجده است. فایده دوم بسیار استغفار گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر طلب مغفرت گناه امت و بیانگر خاکسار بودن ایشان در مقابل الله سبحانه و تعالی است. وگرنه گناهان گذشته پیامبر صلی الله علیه و سلم و آینده اشان بخشیده شده بود. دعای دیگری رکوع سبوح قدوس رب الملائکه والروح یعنی بسیار پاک و منزه است پروردگاری فرشتگان و جبریل. این دعا در برگرنده بیان پاک بودن الله سبحانه و تعالی است و اینکه او پروردگار فرشتگان است. فایده های حدیث یکم گفتن ذکر گناگون از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حال رکوع به اثبات رسیده و مستحب است که همه آنها یا بعضی آنها هنگام رکوع گفته شود. فایده دوم تدبیر و اندیشه در این ذکرها سبب ترس و خشوع قلب نمازگزار می شود و به او در نماز آرامشی بیشتری می بخشد. دعای دیگری رکوع اللهم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی و ما استقل به قدمی یعنی بار اله برای تو رکوع کردم و تو ایمان آوردم و در مقابل تو تسلیم شدم. گوش، چشم، عصب، استخوان، پای و رگم و تمام اعضای بدنم برای تو خشوع
و فروتنی نمودند. فایده های حدیث. فایده اول، عملی نیک را خالصانه برای الله سبحانه و تعالی انجام دادن نشانه یگانگی و توحید الله سبحانه و تعالی است. فایده دوم، حفظ و نگهداری از نعمت ها فقط با استفاده آنها در راه اطاعت الله ممکن است. فایده سوم، انسان مسلمان باید به صورت همیشگی بندگی و شکر نعمت های الهی را به جا آورد. دعای دیگری رکوع، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه. پاک از پروردگاری که مالک قدرت، فرمان روایی، بزرگی و عظمت است. فایده حدیث. فایده اول، حمد و ستایش الله سبحانه و تعالی بدون شناخت نامها و صفتهایش تحقق نمییابد. فایده دوم، این دعا میزان ترس و خشیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در برابر پروردگارش را میرساند.